امارات متحده عربی در سوریه که پس از شدتگیری جنگ داخلی در آن کشور موقتاً تعطیل شده بود، بازگشایی شد. اما با توجه به کشته شدن هزاران نفر و آوارگی میلیون‌ها سوریه دیگر و دخالت نظامی ایران، روسیه و ترکیه، برقراری آرامش و صلح سوریه در آینده نزدیک دست نیافتنی تر به نظر می رسد. همکارم هوشمند میرفخرایی گزارش می دهد. استقرار سرفرماندهی نیروهای آمریکا در سوریه در حومه شهر منبج برای کردهای ساکن آن کشور اطمینان بخش بود. اما خروج قریب الوقوع قوای آمریکا از سوریه، اقلیت کرد آن کشور را در برابر تهدیدهای ترکیه و رژیم بشار اسد تنها گذاشته است. یکی از سکنه شهر 100 هزار نفری منبج میگوید همه از جنگ و خونریزی و آواره شدن خسته شدند و دیگری هم میگوید نزدیک شدن قوای ترکیه و آمدن ارتش سوریه به شهر همه را وحشت زده کرده است. بارندگی شدید و سیل در شمال سوریه نیز به اردوگاه‌های آوارگان به شدت صدمه زده و دیدبان حقوق بشر هم شرایط منطقه را مصیبت بار توصیف کرده است. سیلاب تمام چادر ما رو گرفته و هر آنچه داشتیم کاملا خیس شده. در این شرایط کسی به ما کمک نمی‌کنه و سعی می‌کنیم خودمون با سیل مقابله کنیم. از سوی دیگر سفارت امارات متحده عربی در دمشق روز گذشته بازگشایی شد که نشانه ای از بازگشت سوریه بشار اسد به دنیای عرب تلقی شده است. هنوز سفیر امارات در سوریه تعیین نشده و نمایندگی آن کشور در دمشق توسط کاردار سفارت امارات اداره می شود. سفیر عراق در دمشق نیز معتقد است که سوریه را نمی توان نادیده گرفت. سوریه بلد فی قلب العالم العربی. سوریه کشوری استراتژیک و در مرکز دنیای عرب است و عرب نمی توانند این کشور را نادیده بگیرند. بازگشایی سفارت امارات نیز سایر کشورهای عرب را برای اقدام مشابه تشویق خواهد کرد. ده روز پیش نیز عمر البشیر رئیس جمهوری سودان وارد فرودگاه بین‌المللی دمشق شد و از جانب بشار اسد همتای سوریه خود به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. این اولین دیدار رهبر یک کشور عرب از سوریه از ابتدای جنگ داخلی آن کشور است. پس از شدتگیری جنگ داخلی در سوریه، عضویت آن کشور در اتحادیه عرب به حال تعلیق درآمد، اما به دنبال کمک‌های بیدریغ روسیه و ایران و تسلط ارتش سوریه بر بخش اعظم از آن کشور، برخی از کشورهای عرب مانند امارات، کویت و سودان به برقراری مجدد روابط سیاسی با دمشق ابراز تمایل کردند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه هم اخیراً در گردهمایی بین‌المللی دوحه در قطر گفت اگر بشار اسد از طریق انتخابات دموکراتیک در سوریه به ریاست جمهوری برسد، آنکارا امکان همکاری با او را بررسی می‌کند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.